آره، میتونی بگی مثلا تقصیر کارگردان بود، تقصیر نویسنده بود، تقصیر یکی دیگه بود. ولی وقتی تو استندآپ کمدی داری برنامه استندآپ کمدی داری اجرا میکنی، خودتی، نویسنده خودتی، کارگردان خودتی، تهیه کننده خودتی، یعنی نمیتونی بذاری چیز تقصیر رو کسی دیگه. پس من وقتی که جوانتر بودم میخواستم مثل ادی مرفی استندآپ کمدی اجرا کنم، یکی دو بار نوشته بودم چند تا چیز، میخواستم برم رو صحنه اجرا کنم، دیدم که ترسیدم برم رو صحنه. خلاصه هیچی، من پس از همون 12 سالگی 13 سالگی هم خودم هنرپیشه بشم، هم کمدی با خودم مثلا ادی مرفی و بعد دوست داشتم رو صحنه باشم. هیچی، این کلاسایی که شروع شد 26 سالم بود رفتم کلاسا رو گرفتم که میشه 9 سال پیش، از اون روز دیگه شروع کردم. و میدونی وقتی استندآپ کمدی، برنامه استندآپ کمدی اجرا میکنی، مثلا تو امریکا ما معمولا توی هفته حدود بین 5 تا 10 بار رو صحنه هستیم و قسمت های کوتاه کوتاه مثلا یه ربع 20 دقیقه اجرا میکنیم، و هر دفعه که برنامه اجرا میکنیم مثلا از یه ربع مثلا 10 دقیقهش چیز ماتریال قدیمیه، 5 دقیقه مثلا چیزای سوژه‌های جدیدی که نوشتیم، میخوای سعی کنی داری چیزای جدید مینویسی، ولی باید همیشه تمرین کنی، انگار مثلا داری میری باشگاه. پس من برای 9 ساله که برام مثلا هر هفته یعنی میرم رو صحنه بین 5 تا 10 بار، و اینجوری خب دیگه یه کمدین بهتر میشید. بعد حدود 7 سال پیش من یه کلابی هست توی لس آنجلس به نام کامدی استور. کامدی استور، صاحب کامدی استور یه خانمی هستش به نام میتسی شور. میتسی شور یه خانمی هستش که از سالای مثلا 75-76 این کامدی استور رو داشته، و کسایی که مثلا از این کلاب رد شدن مثلا دیوید لترمن، جی لنو، مثلا جیم کری، رابین ویلیامز، تمام اینا، ریچارد پرایر، همشون اونجا برنامه میذاشتن و این کمک کرده بود که اینا همشون اونجا رشد کنن. و یا مثلا ریچارد پرایر مثلا خودش مثلا دوباره اونجا مثلا یه چیز پروگرامای جدید اونجا ساخت. خلاصه یه جا خیلی خیلی جا خوبیه و یه جا هستش که برای دیولپمنت کمدی خیلی جا خوبیه، چون که یه اتاقی گذاشته که نور میذاره تو چشمت، تمام اتاق تاریکه که پس مردمو نمیتونی ببینی و یه احساس آزادی بهت میده رو صحنه، پس میتونی هر چی میخوای میتونی اکسپریمنت بکنی، جوکای جدید سعی کنی، این حرفا. هیچی دیگه، من اونجا بودم برنامه اجرا میکردم. بعد این خانم که میتری شوره، یه خانم کلیمیه امریکایی، این الان سنش خود بالاتره و تلویزیون زیاد میبینه، اخبار رو این تماشا میکنه، حدود 7 سال پیش داشت اخبار رو میدید، دیدش که بین فلسطینیا و اسرائیلیا دوباره یه اختلافی داشت پیش میمد. این یه احساسی کردش که گفتش که من یه حس میکنم که تو سالهایی که داره میاد، این سال 2000 بود، گفت این سالهایی که الان جلومون هست یه صدای مثبت میدل ایسترن، مال خاورمیانه و مسلمون تو دنیا لازمه، و یه جوری اصلا انگار مثلا آینده رو دیده بود. ما بهش میگیم مثل یودا ستار وورس هستش، یودا، این درست مثل یوداست، یعنی آینده رو انگار دیده بود و گفتش یه صدای مثبت میدل ایسترن لازمه. چرا میخواستش این صدا رو داشته باشه تو دنیا؟ چون که میگفتش که با خنده، با کمدی میتونیم مردم رو بیاریم با هم دیگه، میتونیم یه جوری چیز دیگه این اختلافا رو سعی کنیم درست کنیم. خلاصه این، من اونجا بودم. یه بعد خودش یه کمدی به نام احمد که مصریه ولی امریکاییه، اونم پیدا کرد. منم یه کمدی دیگه میشناختم به نام ارن کیدر که فلسطینیه امریکاییه، و اون ما ستا رو گذاشت توی گروه و اسم گروه گذاشته بود The Arabian Nights. خب The Arabian Nights هم اسمش خورده یه اسمی بود که استفاده شده بود چند بار، و در ضمن منم میگفتم بابا ما ایرانی‌ها عرب نیستیم، پس بذاریم Arabian Nights، ایرانی‌ها که میان بهشون برمیخوره. خلاصه چند سال زیر اسم Arabian Nights رفتیم جلو، چون خب میتری شور که صاحب اونجا بود دیگه نمیشد باهاش چیز بحث کرد، بعد قبول میکردیم. ما همینجوری رفتیم جلو. بعد 2 سال پیش، سال 2005، من و بچه‌ها داشتیم راجع به این اسم صحبت می‌کردیم و در ضمن می‌خواستیم شومون رو، چون رفته بودیم واشنگتن دی سی، 2-3 تا شو گذاشته بودیم توی کمدی کلاب. این کمدی کلاب حدود 200 خورده نفر جا می‌گرفت.
ما رو روز شبایی که خلوت بود برنامه برامون گذاشته بودن و ما هر شبی که برنامه می‌ذاشتیم شبای خلوت پر می‌شد، پکت، ایرانی، عرب، همه می‌اومدن، آمریکایی می‌اومدن، ولی بیشتر مثلا 90% مال خاورمیانه، مثلا 10% آمریکایی. خلاص این برنامه که اونجا اجرا می‌کردیم گفتیم آقا بهشون گفتیم حالا که ما شبای خلوتتون رو داریم سلاوت می‌کنیم به ما ویکندا هم بدین. بعد اینا ما رو قبول نداشتن، میگفتن نه شما خب شما هنوز به اون سطح نرسیدین، مثلا یه جوری مثلا فکر میکنم در ذهن فکر میکنم چون مال میدل ایست بودیم فکر میکنم یه جوری ما رو یه جوری دیگه نگاه میکردن. این به ما با یه خورده برخورد، گفتیم بابا پس ما اینا رو ما با بچه‌ها نشستیم حرف زدیم، گفتیم ما اینا اصلا دیگه لازم نداریم، ببین خودمون یه شو بزرگی میذاریم تو واشنگتن دی سی که این کلابه ببینه که ما چی کار میتونیم بکنیم. خلاصه من و احمد احمد و ارن کیدر یه کلاب در واشنگتن دی سی رو کرایه کردیم 1400 نفره. ببخشید این یک کلاب، یه تئاتر در جورج واشنگتن یونیورسیتی 1400 نفره. خودمون پول گذاشتیم، خودمون همه کارو کردیم. بعد خودتون میدونین دیگه، و ایرانیا و عربا و اینا که مثلا میخوان بلیت بخرن همیشه معمولا مثلا وای میسن تا روز قبلش بخرن. خلاصه ما تبلیغ کرده بودیم که این برنامه هست و اینا، سالن 1400 نفره. دوشنبه اون هفته 700 تا بلیت به فروش رفته بود. 700 تا بلیت بد نیست، ولی خب تو سالن 1400 نفره یه خورده میشد مثلا یه خورده خجالتی میشد، یعنی آبرومون رو میبرد یه خورده که مثلا نصف سالن پره. از دوشنبه تا جمعه بلیت ها همش به فروش رفت و در ضمن چیز مردم بیشتر هم میخواستن. اون اولین شومون بود در نوامبر 2005 زیر اسم Access of Evil Comedy Tour. حالا این اسمو از کجا آوردیم؟ این اسمو وقتی ما داشتیم چند تا اسما رو مینداختیم با هم داشتیم فکر اسم می‌کردیم، یه اسمی که دوست داشتیم این اسم بود. چرا؟ چون که خب جورج بوش این اسمو به این مملکت‌های این ایران و عراق و کره شمالی داده بود. وقت من یادم میاد داشتم وقتی داشتم تلویزیون تماشا می‌کردم دیدم که این ایران و این اسمو داد، یعنی بهم واقعا برخورد از یه ایرانی. گفتم تو چجوری می‌تونی یه مملکتی که به این خوبی و این قشنگی و مردمان اینقدر خوب داره چجوری میتونی این اسمو به این مملکت بدی؟ یعنی میدونستم که مردمان امریکا و مردمان غرب متاسفانه این تیتر رو که میگیرن تو ذهنشون میره که تمام مردم اون محله مثلا آدمان مثلا چی بگم آدمای هم عقب افتاده هستن تا یه حدی. خب ما این اسمو گرفتیم Access of Evil و تهش لغت کمدی رو گذاشتیم که بگیم در واقع این ترم اصلا جوکه. Like this. Like this. Hands in the front. This is like the United Nations. We're making peace here. What? Keep our business.